وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دستور بسته شدن مسجد شهر کن در حومه پاریس را به اتهام یهود ستیزی صادر کرده است. جرارد دارمنین مدعی شد این مسجد در شهر ساحلی کن همچنین به حمایت از دو انجمنی که دولت در پایان سال گذشته به دلیل گسترش تبلیغات اسلام‌گرایان منحل کرده بود متهم است. این اقدام دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات فرانسه مسجدی در شمال این کشور را به دلیل آنچه که به گفته آنها ماهیت افراطی سخنرانی امام جماعت آن بود بستند. مقامات گفتند این مسجد در بوا، یک شهر 50,000 نفری در حدود 100 کیلومتری شمال پاریس به مدت 6 ماه تعطیل شد، زیرا موعظه های آنجا باعث برانگیختن نفرت و خشونت و در دفاع از اقدامات افراطی بود. به گفته مقامات منطقه‌ای، اکتبر گذشته مسجدی در آلون در 200 کیلومتری غرب پاریس به مدت 6 ماه به اتهام انجام خطبه‌هایی در دفاع از جهاد مسلحانه و تروریسم بسته شد. دولت فرانسه سال گذشته اعلام کرد که بررسی‌های عبادتگاه‌ها و انجمن‌هایی را که مظنون به گسترش تبلیغات اسلامی رادیکال هستند افزایش خواهد داد. این سرکوب پس از قتل یک معلم به نام ساموئل پتی در اکتبر 2020 آغاز شد که به دنبال نمایش کاریکاتورهای مهم به پیامبر اسلام روی داد. وزیر کشور فرانسه در مصاحبه ای گفت 70 مسجد در فرانسه افراطی شدند. در مجموع 2623 مسجد و نمازخانه در این کشور وجود دارد.